تحقیقات درباره حملات تروریستی سال 2019 که در آن 51 نفر در شهر کراسچرچ نیوزلند کشته شدند روز سهشنبه دوم آبان با پخش ویدیویی برای کسانی که جان خود را از دست دادند آغاز شد این تحقیق شش هفته‌ای که توسط معاون پزشکی قانونی نظارت می‌شود رویدادهای روز از جمله واکنش‌های استراری و مسائل مانند خرابی خروجی استراری در یک مسجد را بررسی خواهد کرد به گزارش رادیو نیوزلند معاون پزشکی قانونی گفته هدف تحقیق درباره حمله تروریستی کرایستچرچ چرچ تمرکز بر ایجاد مسئولیت یا سهلنگاری نیست بلکه بیشتر بر پاسخگویی افراد است نزدیک به 5000 تصویر، 3000 فایل صوتی و 80 ساعت مدرک ویدیویی توسط تحقیقات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بیش از 600 نفر برای شرکت در جلسه استماع حضوری در طول 6 هفته فرصت دارند. برانتون تارانت استرالی مسلح به سلاح‌های نیمه خودکار با ظرفیت بالا حملات به مسجد النور و مرکز اسلامی لینوود را در 15 مارس 2019 در رسانه‌های اجتماعی به صورت زنده پخش کرد او همچنین قبل از انجام این حملات مانیفست آنلاین خود را منتشر کرد تاران در آگوست 2020 پس از اعتراف به 51 اتهام قتل چهل فقر اقدام به قطع و یکی از اتهامات تروریستی به حبس ابد بدون آزادی مشروط محکوم شد